آرایه ادبی با مدل انتخابی. تابلوترین آرایه ها رو انتخاب بکنید. به نظر من متناقض نما تابلوترینه. وقتی انتخاب میکنیم جاش تو سوال ه ب الف دال. الف رو میخونم میبینم قتیل عشق کشته عشق نمیرد، شما تناقض داری. به به، پس تست حل شد و گزینه های دیگر رو حذف میکنم. این یکی از اشتباهات رایج بچه ها تو این سبک سوالاته. کجا به ما تضمین دادن، امضا دادن که الف تناقض داره، ه نداشته باشه؟ بله اگه میخوندیم ب و دال نداشتن، اما ه داشت. پس وقتی یه انتخابی میکنی همه ی بیتایی که بهت ارائه میشه باید چک کنی. باز تو همه اینا من با جناس از همه دوسترم. ما قبل آخرش ه، ما قبل آخرش ب. من قطعا تو ه جناسی ندارم. جوابم مشخص شد با دو آرایه. 70% واقعا سوالات انتخابی اینجوری هست. 20% نه، انقدر هولت میدم به 3 تا و 4 تا آرایه و آرایه های سخت برسی، برای اونا هم باید آماده باشی. یکی از هر 10 تا یکیش هم هست که واقعا با یه انتخاب حل میشه. پس کار درست اینه بعد از این، بعد از اینکه با تکنیک سوالو میزنی، بری داشته هاشو تمرین کنی. مثلا الان بریم تشبیه دال رو ببینیم. آن سر زلف قمرسا، سا پسوند شباهته. شما امروزه میشنوید درسا یعنی مثل در، محسا مثل مه، زلف قمرسا. پس اینجا با این پسوند سا هم آشنا میشم و یه چیزی به هم یاد میده. و فهمیدیم توی بمون جناس وجود داره که یار و بار جناس های من میشده. اینا دیگه میشه تمرین. اول با تکنیک رسیدیم به یک، بعد برای آرایه های دیگه وقت گذاشتیم که تمرین بکنیم.